من قام بتربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ چه کسی مسئولیت تربیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو بر عهده گرفت؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما مات ابوه قبل ان يولد. گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی چشم به جهان گشود که یتیم بود و پدر ایشون قبل از ولادت این بزرگوار از دنیا رفته بود. كان في كفالة جده ابو الاب عبد المطلب. از این رو در تحت سرپرستی جد پدری خودش عبدالمطلب قرار گرفت. عبدالمطلب من سادة قریش. عبدالمطلب از بزرگان قریش بود. و كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوش رو خیلی دوست داشت. و كان له مجلس بجوار الكعبة. و او در کنار کعبه جایی داشت که اونجا می نشست به عنوان محلی که در اونجا برای ایشون قرار گرفته شد و گرفته شده بود و اختصاص یافته بود برای نشستن. لا يستطيع احد ان يجلس في مجلس عبد المطلب الا النبي عليه الصلاه والسلام. کسی نمیتونست در مجلس عبدالمطلب بنشینه مگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. يمنعوه احيانا من الجلوس في مجلس جده فيقول دعوه ان لابني هذا لشان، يعني سيكون له شان عظيم. بعضی وقتا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو که کودکی خردسال بود رو از نشستن در محل نشستن پدر بزرگش عبدالمطلب منع میکردن، اما عبدالمطلب میگفت ولش کنید، بهش کاری نداشته باشید که او شان والایی داره. كان النبي صلی الله علیه و سلم نشأ صالحا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشو و نمای خوبی داشت و به عنوان یک شخص صالح و شایسته به درستی و شایستگی رشد کرد. نعم، بعیدا عن المحرمات، بعیدا عن المنکرات. دور از اعمال زشت و ناپسند و دور از گناهان. حفظه الله سبحانه و تعالی. الله متعال او را از محرمات حفظ نمود. والله اعلم.